درود بیننده آخر خط به گونه زنده است نور استید گروگانگیری مسافرین تکرار شد افراد مربوط به طالبان امروز پس از اینکه نزدیک به 200 تن از شرنشینان چهار اتوبوس مسافری را در مسیر راه کابل بدخشان در ولایت کندز به گروگان گرفتند 13 نفر را کشته و 20 تن دیگر این مسافرین را با خود بردند که هنوز از سرنوشت این 20 تن معلوماتی در دست نیست گروگانگیری مسافرین در شهاره های کشور در این اواخر بار بار تکرار شده چیزی که گفته می شود در گذشته کم سابقه بوده است واکاوی این موضوع با آقایان مولوی عبدالله قرلاق سناتور که خلف وعده کردند و بدون اطلاع مصروف شدند و نیامدند و آقای سید عبدالمقدم امین استاد دانشگاه سپاسگزارم از حضورتان آقای امین گرانگیری مسافرین فکر میکنه نشانده دهنده چی است؟ چیزی که به گفته بسیاری سابقی کمتر داشته تا این یک دهه کمتر بیشتر بسم الله الرحمن الرحیم هر سلام و خدمت شما و شنوندگان عزیز اولا درود میفرستم بر جوانانی که در این مسیر به شهادت رسیدن جنگ در افغانستان و نامنی ها مدت هاست که در این کشور مردم قربانی میگیرند افغانها ها به نوی باید کشته بشن چی در دریاها و چی در پاکستان چی در افغانستان و چی در جاده های خراب چی در جاده های خوب چی در خانه ها و اختطاف بشن کشته بشن این وضعیت چهارده هست که ادامه داره ولی به هر اینوانی که همچه جوان به شهادت میلسه یا کشته میشه از نظر اسلام و از نظر قانون این کدام سبغه شرعی نداره یک جنایت بسیار بزرگ و نابخشودنی؟ است که بدون محکمه و بدون ثابت شدن جرم یک مسلمان به شهادت میرسه و قتل میرسه یک گناهی بسیار نابخشودنی است و از طرف دیگر حرکت های سیاسی زمان که دست به بخشون خشونت میزنن یک نوی بی و ضعف اراده را در, صفوف نشان میده و چند دستگی که امروز مخالفین یا گرایی در کشور نسبتی نسبتی از بین رفتن رهبرانشان ایجاد شده الان طالبا هم به گروه های متعددی تقسیم شدند و هر کس به نفع خود برنامه های خصوصی خصوص چی در کشتار و چی در حملات و چی در بخش های دیگه داره ولی با توجهی که چرا دولت اینقدر غافل از وضعیت امنیتی است ما به این نظر هستم که اولا رفتنی خب روی این صحبت میکنیم ولی خب چیزی که در گذشته سابقه نداشته تا یک دهه گذشته طالبات چنین روی کرده نداشتن اما در این اواخر روی میارن و چنین چیزی و بار بار ما شاهد گروگانگیری مسافرین در شهرها بودیم حتی چند مورد با افرادی که هویت قومی مشخص داشتن خب بچه من هستیم اولا شمال آگاهانه مورد هدف هست چه در رابطه با افرادگرایی والا کسایی که در عقب این جمعه قرار دارن از یک طرف و از طرف دیگه باید بپذیریم که جنگ اونقدر که دولت تصمیم در رابطه با قندوز داشت تصمیمات خود را نتونست عملی بکنه و تنها یک خط آل بخش یک مشکلی که ما در کشور داریم اگر ما واقعیت ها را باید اینی کاس بدیم تبیز که باید ظاهرا باید دولت را تخریب کنیم اگر ما واقعیت ها را نگیم هم به مردم خیانت میکنیم و هم خب. پیش وجدان خود من خائن خب. چی, چی شده که چنین روی را پیش بکنه راس بگن و بعد اولا که بگیرن. دولت در اینجا سلنگاری کرده و دولت تنها خطوطی، تنها سرک و جاده ها را جاده ها را که امنیت چه حدودا بگیره و برای فعلا طالبان در تمام ولایت قندوز و بغلان تسلط کامل دارند و اینها در دو هفته ای که جنگ قطع کرد دولت اینا وش و شو بسیار به سادگی جمع کردن و پلان های عملیاتی خود امکان داره که بعد از ای شروع کنند خب. این بدون شک این جنگ است جنگ جنگ دیگر فرصتی نمیخواه اون جایگاه خودش داره و تصمیم های خود در از در پلان های کوتاه مدت و دراز مدت داره بستگی به داره که دولت افغانستان چقدر میتونه وضعیت تحت پوشش قرار بده یا اطلاعاتی دستی اول داشته باشه اولا شما ببینید که در مسیری رای که میفهمین خطر هست چرا موترها را در ساعت ده بجه شب دو باجه شب و دوازده باجه شب اینجا حرکت بده و یک طرف دوم سربازایی که در اینجا در صفوف مردم جا با جا میشن میرن حدی اینها باید آموزش داده شوند در این مسیرهایی که پر خطر است نباید اینها کارتی هویت خود در اختیار خود داشته باشند یا حد یک یک،, یک یک اطلاعاتی یک تماسی را با دستگاه رهبری باید داشته باشند در قدم سوم شما ببینید که اینا بیش از 200 یا 300 نفری که از موتر پایین می شوند و اینا از دو باجه تا هفت باجه صبح در سرک و لب دریا و طرف دریا اینها به نوی برخورد دارند و تعداد کشته می و تعدادی هم اسیر میشن و تداری هم رها میکنن یک تقریبا یک زمان 5 ساعت 6 ساعت در بر میگیره و این نماینده از این میکنه که دولت تسلط کامل در مید و منطقه به این صورتی نداره و این ناشی میشه از غفلت دولت و از یک طرف و از طرف دیگر که مردم هم خودش باید یک مقداری در این رابطه سلنگاری نکنه و معلومات های خدا باید از جاده ها قوی تر داشته باشند راپوری با که ما داریم گاهی وقتی که اینا را طالبان میبرن به لب دریا اسنادای اینا را میبینن خب بعضی از اینا تلفن هاشون را ها میگیرن اقاربای از اینا که با اینا تماس میگیرن میگه به پسر من سرباز بود مثلا سرباز بود و این فعلا رخصتی گرفته میره به خانه‌اش خب اونجا مجردی که میگه سرباز بود اما جو را به شهادت میرسانن منظورم است که هم خانواده های اخفال شدن هم بچهای اخفال شدن و هم دولت اخفال شد و در نهایت دشمن در کمین است ما هر لحظه باید چیز رو داشته باشه اخفال و سالنگاری اونم برای چندین بار این خب واقع اول نیست ما بار بار شاهد این وضعیتی بودیم در شورای کابل قندهار این 8 ده بار تکرار شد خب این غفلت میتونه باشه یا که ضعف اولا اگر یک مقدار قضایا را قوی تر یا وسیع تر بخوایم سرش بسکنیم و ایست که جنگ یک وسیله در دست کسانی است که این پروسه را آغاز کردند کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ جهان در جنگ افغانستان و در ناآرامی افغانستان دست بسیار بالایی دارند سیده هست که افغانستان در رقابت های بین المللی قربانی میده و هنوز همین قربانی دادن ادامه داره قبلا نمرس کنم برای شما که افغان هاست که قربانی میدن چی در پاکستان هست در دور است چی در نزدیک است؟ اما وحدت ملی که به عنوان یک واقعیت ملی است هنوز ما نتانستیم که یا حکومت وحدت ملی یا قبل از این حکومت جن... به جناب آقای کرزه سیب اینها به هیچ صورتی نتونستند که وحدت ملی را به وجود بیارند یا یک ت... یا یک تعهدی در میان خودشان داشته باشند یا برنامه مشترک داشته باشند یا حد یقل یک, یک تعریف مشخصی از دشمن داشته خب. باشند و وضعیت اینا زیر کنترل داشته باشند برای پاس... سوال و پاسخش گرفته باشم یک بار دیگه تکرار میکنم خب چون این چیز کم سابقه بوده در گذشته تا یک دهه بیشتر فکر میکنین در این اواخر که اتفاق میفته پس از مرگ مولا عمر و, مر و... جانشینی منصور ما شاهد گروگانگیری گروهی و هم در شهرهای کشور هستیم حتی در بعضی موارد که افراد مربوط به یک هویت قومی مشخص گروگان گرفته میشه خب این نشان دهنده چی است که الان ما رهبری جدید طالبان را اونم جانشینی شاهد هستیم چه ربط با این موضوع داره اولا به صورت کل خوب بالا ما او انگیزه های قومیش از زیاد نمیخوام بلاش تفسیری داشته باشم ما به این نظر هستم که دی دولت افغانستان دیگه قادر به تامین امنیت هیچ یک از ولایات نیست چی در شمال و چی در جنوب سران ولایات شمال اینها معذف هستند که باید تصمیم خود در رابطه با تامین امنیت باید بگیرند پروسه پروسه خطرناکی است و این پروسه بدخشان تخار قندوز بغلان مزار فاریاب همه را به نوی در بر دارد در شمال برنامه شمال به بش... شیوه دیگه است برنامه جنوب به شیوه دیگه است. ما به نظر هستم که مردم شمال باید آگاه باشه اینها باید تصمیم خود در رابطه باید بگیرن کادر رهبری طالبان که دیروز مولای محمد عمر بود و بعد از او اختر منصور شد الله حیبت الله اینها هیچ دردی را دوا نمیکنند یک سیستمی تعریف شده است در تابع یک نظم جهانی است یکی ملا عمر از بین رفت و امثال از دیگر از بین برود به هر حالت طالبا به عنوان یک واقعیت بین المللی در گرو استخبارات منطقه است اینها به هر نوی بوده باشند به با هر نوی بوده باشند در جایگاه خود میتونن میتونند ضربه بسیار مستحکمی را به دولت وحدت ملی باید داشته باشند اما که اگر بیاریم این مختص به شمال قرار بدیم بله یک بدنه شمال یک از کشورها مدیریت میکنه و یک بدنه جنگ کشوری دیگری مدیریت میکنه و بناوی اینها هم تابع افکار جهانی است ما به نظر هستم که مردم شمال و جنوب هر کدام در جایگاه خودش باید فعال بوده باشن موقعی برای دولت وحدت ملی هم برای اندازه ندن که امق تلفات داشته باشن اینها با خودش همون به اصطلاح وحدت قومی را باید ایجاد بکنند افراد دلسوز و آگاه را در رس قرار بدن در رس کماندان اول شما ببینید که اطلاعات باید اینا دست اول می داشتن. وقتی که ما کندس سقوط میکنه بسیار تمام امکانات ما را در اختیارشان می گیرند قرار بود که به اصطلاح دنیغوری و بغلان هم سقوط بکنه و بدخشان هم تمام ولسوالی ها زیر تهدید است و اینا باید خطری برای تمام خانواده های شمال باید بوده باشه ما به این نظر هستم که تا زمانی که اینها یک یک تشکل سیاسی و تصمیم گیری و یک محوریت تصمیم گیری را چی در بخشی امنیتی چی در بخشی سیاست های کلان ملی اگر نگیرن اینها یکا یک ترور میشون و بالاخره تشنج ایجاد میشه یک اختلاف خانوادگی را به وجود میارن و این پروسه ادامه داره که تمام خانواده ها را آسیب میرسانه خب شما میگین وضعیت به گونه است که دولت قادر به تامین امنیت شهروندان نیست و سران شمال باید متحد شوند و کار بکنند هدف ما این که سران شمال متحد شوند در برابر دولت قرار بگیرند برای... اول باید را بپذیریم که بله دولت دیگر قادر به تامین امنیت نیست دولت گزارش هایی که از خط مقدم جبهه میده افکاری عمر مخشوش میسازد اطلاعاتی اطلاعات دست اول نه در مطبوعات این میده و نه و نه در جاهای دیگر با مراتب به مراتب گزارش های زمانی که ما اکثر مردم فعلا شبکه های اجتماعی فعال است مردم به یکدیگر دسترسی دارند قبل از اینکه ما از مطبوعات چیزی را بشنویم اطلاعات دستی اول از همو موقعیت حادثه بسیار به سادگی میتونیم به دست بیاریم به صورت کل ما به این نظر هستیم که تا زمانی که یک محوریت تصمیم گیری چی در عرصه سیاسی اقتصادی و نظامی و امنیتی گرفته نشوه و این مرکزیت سیاسی نه تنها در شمال کشور بلکه در جنوب در شمال در هر ولایت در هر منطقه‌ای که تاثیر گذار هستند بالای جنگ اینها باید این میواریت ای سیاسی را باید ایجاد بکنند میواریت تصمیم گیری را باید ایجاد بکنند تا یک دفاع خودی را دفاع مشروع خودی را اینا باید سازمان بدن و میتونن که هم از دولت کمک بگیرن هم برای دولت امید واقع شوند در غیر آن اگر ما روی واقعیت ها صحبت کنیم امروز تمامی ولسوالی های بدخشان زیر تهدید است بعضی از سوالهای های تقار زیر تدید است در مجموع قندوز زیر تدید امنیتی است و بغلان به همین شکل این رمانه میشه که از افکاری ها ما بیرون کنه بستگی به این داره که دولت باید متقاعد شوه که فعلا قادر به تامین امنیت نیست از مردم کمک بخواهد از جامعه جهانی کمک بخواهد و نشست هایی که با ایالات متحده ای امریکا داره اطلاعات خود باید تبادله کنند در فضای اعتماد باید در رابطه با این وضعیت تصمیم بگیرند خب چیز جالبی است که نیروهای حکومتی پس از این واقعه موسفید میفرستند و برای که برای که اجساد کشته شده ها را از طالبات تسلیم بگیرند چی نشان میده؟ ببینید تفکر فعلا ما بسیار بحث بس های با شما و جاهای دیگری داشتیم اولا مشکلی طالب یک مشکلی ملی نیست باز می تکرار میکنم که باید می قضایا روشن شود مشکلی طالب یک مشکلی ملی نیست چرا مشکلی ملی نیست تفکر فعلا تفکر طالبانی است در منطقه میپذیره مردم فعلا 70 درصد قضایای حقوقی و جزایی در محاکم طالبان حل فصل میشه خوش روز زکات در حدود 85 درصد آماری که ما داریم برای طالبان جمع آوری میشه و مردم راضی هم هست خودشان میرن اشو زکاتشون رو برای از اونا میدن تو بچه مناست خب به این معناست که اونا تسلط کامل در افکاری عمومی دارن برادر من گفتم که تفکر اما دولت افغانستان تمام ظرفیت هایی که در اختیار داشت اینا, اینا صرف جنگ و صرف تامین امنیت کرد به زمین یا در کارهای اپراتیفی که حالا چقدر تاثیر داشت یا نداشت و بحث جداست اینها بحث اقتصادی که مردم مردم اقتصاد زیر صفر مردم بیکار ماند و مواد مخدر بسیار گسترش پیدا کرد ناامنی ها گسترش پیدا کرد به عدالتی ها اینها به عدالتی ها باعث شد که این بستر فراهم بکنه برای برای طالبان یا برای افرادگرای. به صورت کل ما به نظر هستم که تا زمانی که در برابر تفکر با تفکر جنگ نکنیم در برابر عقیده با عقیده کنار نیاییم در برابر اندیشه با اندیشه اگر مبارزه نکنیم با جنگ نمیشه مبارزه کرد وقتی که میبینی یک قریه همش طرفدار طالب است چیکار باید کرد و در بخش ده یک طالب یک برادر طالب است یک برادر هم در دولت کار میکنه اطلاعات هم, هم در این حدی حد این امکانات به دست نداره که بتانه که جلوی اطلاعات و دادن اطلاعات باید بگیره اونا خیلی به مثل که مثلا مترایی که فعلا از کابل حرکت کرد اونا اطلاعاتی اطلاعات دست اول داشتن که یعنی این تعداد سرباز در میان 300 نفر به طرف شمال حرکت کرد خب امنیتی ما چیکار میکنه امنیتی ما باید اطلاعات باید داشته باشه امنیت باید اطلاعات داشته باشه که این اطلاعات وقتی که دشمن با این همه کوچکیش که ما میگیم این اطلاعات دست اوله به دست میاره و ما چرا نمیتونیم و ما بازم حرف خود تکرار میکنم که تفکر برای افکار عامه فعلا به نفع دولت نیست دولت باید مسیر مبارزه خود و شیوه مبارزه خود باید تغییر بده تاکتیک های جنگ باید تغییر بکنه جنگ های جبهه دیگه مفهوم خدا از دست داده هم مردم تلف میشم دیگه یک کاری بکنه که علما را باید راضی بسازه باید مشارکت مردما باید با خودش داشته باشه زمینه را مساعد کنه که مردم واقعیت ها را به دولت این نکاس بده و دولت هم زمینه را مساعد کنه که اعتماد خود به مردم باید این نکاس بده و در نهایت تبادل اعتماد باعث شوه که اینها مشترکا در برابر دشمن قرار بگیرن در غیر ما متیقین هستیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه این مشکل فردا ما در کابل هم خواهیم داشت خب میگن که معلول است که ما محوریت سیاسی واحد نداریم و محوریت به وجود بیاید دو چیز دو... اولا خو بدون شک میوریت سیاسی تصمیم گیری, گیری نداره شما ببینین دولت وحدت ملی جنگ هم به نوبه خودش در تمام ولایت افغانستان به اصطلاح شروع کرده است یعنی چرا هدف ما ایست که بگذاره یک منطقه را هدف قرار بده یا به اصطلاح چیز کنه یک منطقه را مصروف کنه و بالاخره ضربه را در یک منطقه باید وارد بکنه و بالاخره در نهایتا یک ولایت یک دولت دو باید تامین تامین امنیت داشته باشه تا بفهم ولایت های دیگه که واقعا دولت قادر است که اینجا امنیت ساخت قانون تطبیق میشه باسازی شروع میشه شما میگین که برای روش نظامی نمیشه این شیوه داره ببینین اولا بله. شما دولت دولت مفهوم دولت و ساختار دولت و اهداف کلیدی دولت رفاه جامعه و پیشرفت جامعه و خدمات است ما نباید همه را صرف صرف جنگ کنیم امروز یکی از نابسامانی هایی که جلوی دولت گرفته یکی از چالش هایی که گرفته به اصطلاح تعادلی به ثباتی در عرصه اقتصاد و عدالت است به این معنا عدالت درست توزیع نشده قدرت درست توزیع نشده مثلا قدرت کسایی که امروز بر در, در, در دولت وظیفه میکنند که یا متعلق به دکتر سیب عبدالله باشه یا متعلق به دکتر سی غنی بوده باشه ثروت ملی و کمک های بین المللی هم درست توزیع نشده اینها اختلاف طبقاتی را به وجود آورده یک نفر رو خیلی بالا برده یک خانواده یک خانواده را بسیار فقیر و مظلوم ساخته شما اینمی وضعیت در تمام ولایات در تمام ولسوالی ها تحقق پیدا کرده شما بس قراردادها را میبینه قراردادهای داد دولت در یک پروسه دولتی دولتی که میگیم کسایی که تاثیرگذار هستند بالای قراردادها بخشی از بدنه دولت در قراردادی ها مصروف است و بخشی هم در قدرت مصروف است که یا قماندان است یا امیر است یا چیزای دیگه یک بدنه دولت دیگه بیکار مونده تا این, این به عدالتی هم باعث میشه که ما نتونیم کمتر در افکار آمد جایگاه پیدا کرده باشیم ما باید باور ما است که تا زمانی که قدرت قدرت و ثروت هر دو عادلانه در میان مردم توضیح نشد تا زمانی که کارهای فرهنگی صورت نگیره تا زمانی که علما را ما متقاعد نسازیم تا زمانی که متنفذین قوم ما به نوی از خود نداشته باشیم تا زمانی که کسایی که تاثیرگذار در محیط هستند جامعه مدنی عذاب سیاسی هر یک کدام از این به نوبه خود اینها تاثیرگذار هستند وقتی که دولت همه را صرف نظام میکنه از کارهای فرهنگی از کارهای آموزشی از کارهای به اقتصادی از عرضه خدمات وقتی که وقتی که اینها رو انجام نده بدون شک به جنگ جنگ تولید میکنه به جنگ خب امکانی نیست که این پیروز شود خب تغییر روش مبارزه و مبارزه فرهنگی زمانگیر است اما مشکل که میبینید که ابعادش خیلی گسترده است و جریان داره ببینید چرا تفکر تفکری طالبان در حالی که یک دوره یک دوره مردم طالبان را تجربه کرد یک دوره تجربه کرد که اینا کیها بودند و کیها هستند و چی کاری میکنن؟ چرا بار دیگر مردم, مردم، افکاری عمومی به نفع بود؟ فعلا بدیلی این مردم بس تو اومده دیگه بدیلی نمی نظامی که سر و پا به عدالتی است بدیلی این نظام ندارن جریان های دیگر از در نطفه خفه شدن وقتی که بدیل ندارن با برای چی میگین که در بعض جاها طالب حمایت محلی دارن مردم حمایت شان میکنن منظورم است وقتی که دیگر میسیارن... مردم اینمی دولت دیگر بدیل خودکی نداره پس دوباره مردم مردم تکیه کرده به چیز، تکیه کرده به طالب. خب از طالب, طالب چی کار تجربه کرده؟ تلخ دارن تجربه داره. الان چی کار کرده؟ باری دیگر چی کار کرده؟ چون بلد. مردم فقر فرهنگی وجود داره و فقر اقتصادی. ببینید طالب‌ها چی کار کردن؟ میآی اوش رو زکات میگیره. مثلا فکر کن که در حد نصاب اگر مثلا 40 تا گوسفند است یک گوسفند زکات میگیره. دولتی های ما چی کار میکنه؟ هر هر قسمی که برابر شد، تیدادی را که خواست بسیار بسادگی از مردم میگیره. دوباره مثلا یک قضیه در دولت پنج سال یک سال دو سال سه سال میشه که چی حقوقی چی جزایی حل و فصل نمیشه اما در محکمه طالبا که میره در ظرف یک هفته حل و فصل میشه هر دو طرف هم قبول میکنه اینها شیوه مبارزه را تغییر دادن باری دیگر افکار مردم را به نفع خودشون جذب کردن اینا را باید بگیم که دولت بری دولت هم باید نیروهای نامرئی یا نیروهای باید, باید, باید این رو در میان مردم رای را کنه یا مشکلات های مردم رو باید ببینه که چی مردم چی مشکل داره خوب و از چی از 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 راه میتونه مشکلات های مردم ها حل فصل که کنه که تسلط داشته باشه وقتی یک ساحه دست با باشه چگونه اونجا مبارزه فرهنگی شوه و ما براتون بگم که با صراحت خب. براتون بیان کنم که امروز مواد مخدری که در ساحه جغرافیای دولت کشت کشت میشه در ساحه طالب کمتر است این باید بپذیرید خب برای چی چنین وضعیتی به خاطر که ما تسلط در جغرافیای خودمون تسلط نداریم قبلا ما عرض کردم که امروز اگر ما در یک قریه در یک پنج نفر طالب داشته باشیم دو نفرش در صف مخالف و سه نفرش در جغرافیه دولت زندگی میکنه چرا پس همین سه نفر عالم با نداریم به بخ... بخ... خاطر نداریم چرا احزاب سیاسی و جامعه مدنی با دولت هماهنگ نیست این مشکلات مناگذری ها را ما در دولت میگیریم اما به صورت کل باید بپذیریم که طالب جدا از اینکه خوب است یا خراب ما کاری نداریم ولی یک تهدید یک تهدید افغانستان شمول هست ای با با برنامه دولت توسط اینمی دولت با محوریت دکتر اشرف و دکتر سیب عبدالله در برابری در برابر مبارزه صورت نمی گیره. تا زمانی که در ملت بسیج نشود تا زمانی که افکار امامی منسجم نشود محوریت های تصمیم گیری در شمال و جنوب با وجود نیایه که حدی دولت از خواب قفلت بیدار نکنه ما متقین هستیم که وضعیت روز به روز خطرناکتر شده خواهد رفت ادامه بحث پس از این وقفه کوتاه. <متصفيق> درود دوباره بیننده آخر خط به گونه زنده است نورستید آقای امین خب شما میگین که گروگانگیری معلول خب ضعف دولت هستی که طالبات تسلط دارن بیانگر این وضعیتی است ای که محوریت تصمیم گیری وجود نداره و روش مبارزه هم تا حال ناکام بوده رویکرد نظامی ناکام است و در کنار ازی باید مبارزه فرهنگی به وجود بیاید خب آنها به صورت آنی نامنی شاره ها که جان شهروندار را تهدید میکنه جریان داره به صورت آنی روی کرد دولت برای مهار این وضعیت چی باشه؟ جنگ یک وسیله است اولا جنگ یک پریده اجتماعی است زمانی که به عدالتی ها جا... جای پیدا میکنه جنگ همش میشه در هر جایی و جنگ همیشه نمیتونه هدف باشه یه عدالتی بار... میگین که اونمو شکاف بین طبقات بله بله اختلاف آه. در هر جایی که اختلاف مه. طبقاتی با وجود آمد باید بفهمین که ناشی از به عدالتی هاست بی بی این دست کی بوده که ما به این میزان شکاف داشته باشیم ده. یک دخیل پول دار شدن یک دم در وضعیت فقر و بیچارگی و بیکاری بانند با و وضعیت نابسامان زمانی که ما بخش اقتصادی میگیم اقتصاد یک تعادل در میان عرضه و تقاضاست است در میان عرضه و تقاضا است زمانی که یک پروژه را ما تعریف میکنیم باید بسنجیم که این پروژه به نفع یعنی کشور از لحاظ اقتصادی هست یا نیست تا غیر نگا به نفع کشور نبود نباید پروژه را ما عملی کنیم به هر حالت جنگ ها هم ما به این نظر هستم که نباید همه ظرفیت ها را هم متوجه جنگ کنیم بعد جنگ ها باید یک تحلیل بکنیم که آیا این جنگ به نفع کشور هست یا نیست راه های بدیلی از این چی هست در هر جا جنگ در همه جا وجود دارد. بعد در نهایت باید بپذیریم که جنگ متعلق با کسانی که در رأس قوت های جنگی هستند نیست یعنی جنگ متعلق به قوای مثلا نیست چی اینا شکست بخورن و چی پیروز بشوند این کشت و کشتارهایی که شما در خطوط جنگ میبینید چی از طرف طالبا و یا چی از طرف دولت اینها هم متعلق به نظامی است. نیست جنگ یک وسیله در دست کسانی است که سیاست بازی میکنند خب. چی در چی در میواریت سیاسی طالبا چی در میوار اگر ضعف ما در دولت میگیم یا در قوای مسلح میگیم بس قوای مسلح نیست ضعف در تصمیم گیری های سیاسی دولت است که ای هنوز همی جنگ ها را نتانست تعریف بکنه و شیوه های مبارزه را در برابر این جنگ ها به چی نوا داشته باشه به صورت کل ما بازم باوری مئیز که این جنگ ها به نوی تابع یک نظم منطقوی هست خیلی به سادگی افکار ما را کشورهای همسایه میتونن خریداری کنن یا سمت سو بدن چرایی که ما هنوزم در سطح رهبری حکومت وحدت ملی در رابطه با جنگ ها یک دیدی مشترک و روشن ما نداریم به این خاطر میشه که این وضعیت ادامه پیدا بکنه اما در رابطه با جنگ شمال باز ما تکرار میکنیم که اینجا بس اینجا هم جنگ جنگ استخباراتی است مداخله روسه ها را ما نمیتونیم نادیده بگیریم مداخله چین هم نمیتونیم نادیده بگیریم مداخله پاکستان و کشورهای همسایه را ما به این صورت نمیتونیم نادیده بگیریم این بستگی بازم دست اولی نظام و یا حکومت وحدت ملی داره در غیر یعنی وضعیت این وضعیت هر لحظه اگر ما قربانی بدیم فردا اگر در این مسیر بدخشان بود یا ف... پس فردا در مسیر مزاری کار اتفاق میفته در این کابل ها اتفاق افتاده این وضعیت ادامه پیدا میکنه خب وقتی که مشکل مشکلی است که تابع نظم منطقه است و استخبارات هم نقش داره استخبارات کشورها خب این دیگه مبارزه تنها در داخل نمیشه دیگه بعد بیرون هم دیپلماسی این, این فعال نیاز و... زمانی که میگیم ما یک 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 تصمیم چی در سطح دولت و چی در سطح هر زونی که ما هفت زون داره افغانستان در هر زون باید داشته باشیم و در این حال ما نیاز به یک دستگاه دیپلماسی فعال در عرصه بین المللی خب داریم چرا من میخوام کتاب وقتی که این مشکل جدی است که محوریت سیاسی این همه آسیب میرسونه عدم محوریت سیاسی تصمیم گیری چنین ضربه میرسونه برای چی این وضعیت پیش اومده بعضی جنگ هایی که در خطوط سرک و اینجا ایجاد می شود تابع یک بخشی از از, از کشورهای همسایه است باز هم براتون میگم که هنوز جنگ در افغانستان تعریف نشده هر بدنه جنگ هر بخشی مدیریت میکنه یکی دوم در جنگ ها و ناامنی ها یک نوع بیزنس روان است ما باید حقایق خبرون بیرون کنیم آیستا آیستا مجبوریم که خیلی چیزایی که واقعیت های از بدی نکاس بدیم بسیار تبا... بسیاری این اطلاعات تبادله میشه جنگ جنگی بیزنسی است در این بیزنس نه دولت ضرر میکنه و نه طالب ضرر میکنه الان کی ها کشته شده است ببینید کی ها کشته میشن کی ها سودی از این کشته شدگی گیاره میبره. خو چهار مظلومی که رفته دنبال ده هزار افغانی که باید از این دولت به دست بیاره و برای در خانهش مصرف کنه همیست کسایی که سیاست بازی غلط میکنن اینا خوب پولای خودم از بیرون میگیرن طالبان پول خود از بیرون میگیرن دو طرفی سربازایی که کشته میشه و هم در طرفی طالبان و هم در طرف دولت افراد مظلوم و بیچاره است که کشته میشه که نه به دردی این ای سیستم های نظامی اون طرف به دردش میخواد نه به دردی طرف نه منظور این است که اگر ما دیپلماسی فعال در رسای بین الملل از اولا ریشه های جنگ ما ارزیابی کنیم و بعد وضعیت جنگ ما تصویر جنگ ما به افکار عمومی معرفی کنیم و بعد ما از مجراهای حقوقی و قانونی هم میتونیم که هم با طالبان صحبت کنیم هم با کشورهای همسایه هم صحبت کنیم هم با ملل متحد صحبت کنیم هم با شورای امنیت صحبت بکنیم که هم با کشورهای عالم اسلامی ما صحبت بکنیم در آخرین تحلیل جنگ نمیتونه هیچ قضایای ملی را حل کنه در آخرین تحلیل باز هم میشه که یک راههای سیاسی و راههایی که دیپلماسی و راههایی که بدیل نظامی باید کشور را حل بکنه خب میگن که جنگ تعریف نداره اما دولت افغانستان برابر بر اومده گفته که به کشور مشخص پاکستان که جنگ اعلام نشده با افغانستان داره یکی طالبان هجیر هستند و پروژه روان هست چنین چیزی خب تعریف واضح نیست در آخر هم طالب خب بس اجیر بودن اگر اجیر بودن ما محاسبه ما نی باشه که یک کشور برای ما سلام میده یک کشور برای ما پول میده همه افغان ها فعلا در همین تعریف به دخیل هستند هم دولت چیزی از خودش نداره منابع زیرزمینی ما در مجموعه کشور هستند تبایی کشور همش برای تبایی کشور هست ببینین هر بیعت ظلم چی رو میگه هر چیزی که در جای خودش قرار نگیره ظلم است حالا چی را دولتی انجام بده چی از را مخالفی را انجام بده ما باوری ما است که بله طالبا دست کم نگیره دولت و کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی اینها بازم میگیم که یک حربه در دست کسای دیگری هست و شاید اکثریت ها هم نفهمن که برای چی میجنگه قسمی که اردو افغانستان در خطای جنگ معلوم نیست که برای چی میجنگه بیزاری خودشان هم به میطریف چرا هنوز ما در دو سال نتونستیم که وزیر دفاع ثابت داشته که در راست قوای مسئله بتونه جنگ اداره بکنه <تصفح> هنوز ما در ریاست امنیتی ما هر مای یک نفر معرفی میشه و خوب وقتی که دستگاه امنیتی ما به مشکل ایجاد تصمیم گیری بله. نلاره. برای که یک شخص نیست که هدایت بتونه شما بازن... بله این دو بخش داره اول اینکه ما قبلا هم عرض کردیم که حرکت های نظامی تابع حرکت های سیاسی است ما در صدر تصمیم گیری سیاسی شما ببینید معاون اول معاون دوم رئیس جمهور رئیس اجرائیه و معاونینشان هفت یا هشت نفر تاثیرگذاری که در هسته مرکزی قرار دارند جدا از کابینه شما در 8 نفر یک حرف واحد پیدا نمیکنید در قضای کشور چی بخواهد دشمنه تعریف بکنه چی بخواد پاکستان در برابر پاکستان قرار داشته باشه چی بخواد در قضایای ملی اینها صحبت بکنن هر یک کدامی از این با سلیقه های خود اوزار تحلیل میکنه با. یک طرف دو وقتی که ما در در محیط سیاسی در تصمیم گیری های سیاسی با. رنگهای رنگ های مختلف بازی میکنیم طبیعی است که در خطوط جنگ تغییرات منفی داره خب. در خطوط جنگ تعریفات منفی داره حالا شما فکر کنین که یک جا دشمن تعرض میکنه خب قوتاشو آورده اطلاعات ما آگاهی نداره وقتی که اطلاعات آگاهی پیدا میکنه تا زمانی که راپور را برای قوی مسلم میده قوی مسلم برای برای وزارت دفاع میده وزارت دفاع وزیر دفاعش مشخص نیست که باز کی دستور بده و کی دستور بده تا خبر میشه که سنگر سقوط کرده و بالاخره یک فاجعه با به وقوع پیوسته تا زمانی که ما سیاست اقتصاد و به نظامی و حرکت‌های نظامی هر یک کدام از زیر بنابای خودش در جای خودش استعمال نکنیم ما در برابر دشمن نمیتونیم موفق شویم بله در این صورت ما متقین استم که افغانستان حکومت وحدت ملی هم فاقد میوریت سیاسی است هم فاقد میوریت نظامی است و می خاطر ما تلفات میدیم در جنگ ها نباید قتل تلفات داد چرا دشمن قتل نمیده هدف ما به این نیست که ما تعریف از دشمن کنیم ما مثلا در حرکت های دشمن اگر دشمن ده نفر کشته بده ما صد نفر کشته میدیم چرا جنگها جنگهای منظم است از ما جنگایی که نجاب با جنگای منظم ما نمیکنه ما جنگای منظم میکنیم خب چرا جنگ از جنگای چریک نومنظم؟ از حرکت های نامنظم ما چرا ما نباید اطل... ما باید قبل از همه اطلاعات از داخل دشمن باید داشته باشیم که اونم میتا با یک حرکت های هوایی را از بین ببره و بسیار حالا مختار... کارهای دیگه است که نباید حالا در بارش تو شیوهای از بین بردن دشمن شیوهای مختلفی داره خب. میتون از اون طریق کار... کار بگیره وقتی که دشمن مثلا در یک حرکت نظامی فکر بکنه که یک میلیون افغانی مصرف کرد در برابر یک میلیون ما 200 میلیون افغانی مصرف میکنیم ما هم ضربه اقتصادی میخریم هم ضربه نظامی میخریم هم تلفات میدیم و دشمن کم تلفات میده و کم از این میکنه اینجا چرا که شیوه های جنگ هم اگر تغییر نکنه این مشکل هم ما این مشکل هم ما به مراتب داره حالا ببینید یک حادثه در قندوز الان فعلا در اشارهای قندوز و کابل ایجاد شد الان تصمیم گرفته دولت که دیگه در از طرف شب از طرف شب اوترا و گذار نکنه خب این راه هیچ صورت همیشه چون ایت در در, در دیفاس دولت در یک حالت دفاع است در بلابد عمل عکس عمل نشون میده خلاص خب جایی که تسلات طالبان زدوده شوه برچیده شوه میان میگن که از طرف شب سفر نشه خب ضعف نشون نمیده ضعف طالبان ضعف دولت دیگه ضعف دولت شما ببینید در کابل ما خود زمین میگذاریم امروز جاده های کابل چرا بند است هر جاده اینا که انتهار میشه و جاده فردا بند میشه یک بار تمام کابل دیوارهای امنیتی شده کس نیست سوال بکنه که می دیوالای امنیتی که هم نزد میشه را برهم کرده هم وحشت ایجاد میکنه هم همه را جور کرده ای امی رای حلش چی است؟ دیوال امنیتی را امنیتی, امو... امنیتی اولایش که نباشه اگر بوده باشه میتونه که در داخل خود چیز پشت سر دیوال باشه که هم, هم, هم رنگش مشخص نشه چون از رنگ روی و دیوالای امنیتی خشونت میباره روان جامعه را صدمه میزنه کسی را نیست که با محفل سیاسی انتقال بده و بلکه با محفل تصمیم بده نه که چرا کار میگه تمام سرک های کابل بند کرده و با و, و کابل به به یک, با یک روی زمین تبدیل کرده تمام شهروندا یک عسكر استاد میشه و هزارها موتر استاد میکنه کسی نیست که چی میپاله یک دستش از سیگار است و یک دستش نه توفنگ است و صدها موتر استاد میکنه هدفم که دولت یک آلتی در جامعه گسیخته داره هم در عرصه امنیت هم در عرصه اقتصاد تا باز ما تکرار میکنیم که تا ما تصمیم معقول و تصمیم قانی کننده در رابطه با اوضاع سیاسی و امنیتی نداشته باشیم نه از پولهای بین المللی میتونیم به نفع کشور استفاده کنیم و نه از سلاحایی که کشورهای متعددی برای ما میده استفاده کنیم نه از چل کشوری که عملا اینجا حضور نظامی دارن میتونیم برای تامین امنیت کاری کرده تا میخوام کوتاه پاسخ بگیره و مرتن صحبت شده ولی خب دولت گفته که برای جلوگیری از چنین وضعیتی وز... و اتفاقایی اه... که دیگه ما گروگانگیری را شاید نباشیم از طرف شب مسافرت نشه چنین چیزی خب این رای حل هست... به است به خب هیچ صورت فعلا دولت فعلا دولت هم قدر توانایی داشت که اعلام کنه که از طرف شب موترا نروند گشت و گذار نکنند ولی خب در یک کوتاه مدت میتونه که یک تاثیری نسبی داشته باشه اما رای باشه. حل اما چه باشه که دیگه ما شاهد گروگانگیری نباشیم و جان شهروندان خطر نباشه خوب دولت وظیفه است که شهروندان خود را داخل کشور بلکه در اون کشور امنیتی از اونا را باید با خود داشته باشه مسئولیتی هر شهروند خود از حقوقش از جانش از مارش باید داشته باشه شیوه مبارزه را اگر تغییر نده در برابر طالب ما فعلا دولت با طالب بسیار مشکل نداره که بار بار ما تکرار میکنه بزرگترین مخالفت مخالفتی که چالش های که روی فراروی دولت هست فساد اداری است بی عدالتی هست بینظمی هست، است بی هست،, ای هست این است اینها زمینه را مساعد کرده است که دشمن تقویت کنه وگرنه ما متیقین هستیم که ما فعلا فکر کو افغانستان بزرگترین اردوی مجهز در منطقه داره میالی تجهیزی که اردو افغانستان از کشورهای همسایه اردوش نیست اینا باید قبول داشته باشیم. اما وقتی از حقوقی ایک... را که فعلا اردو افغانستان داره و کشورهای همسایه خب نداره اما وقتی از یک مسئول حکومتی پرسان میشه که خب وضعیت بد است و میگه نه میگه که فساد وجود داره خب مشکلات قبل قبیل حکومت او میگه که ناامنی جریان داره طالب طرف ما هست کشور در حال جنگ است و اون حامی خارجی داره و ابزار است یک مشکلی دیگه که ما در اردو و قوای مسلط داریم که هر کس گزارش میده شما ببینین یک سخنگو داره و خب همین سخنگو که زمانی که از آدرس صحبت اه... میکن نیازی نیست که دیگه یک قماندان امنی هم بیایه گزارش بده یک دفعه سخنگوی وزارت دفاع یا امنیت یا وزارت داخله گزارش خود میده پشت سر میبینیم که یک کماندان از خط جنگ چیزی هایی که از زبانش میبره یکی اگر خودش نفهمد دیگه کسی نمیفهمه که چی میگه بالاخره نه اطلاعاتش درسته است نه معلومات داره و نه میفهمه که وضعیت در خط چی است اینجا افکاری عامه مشکوک میشه ببینید قدرت دولت اعتماد مردم است وقتی که روان مردم صدمه ببینه دولت هر اندازه‌ای که مسلبه ده باشه در برابری دشمن دشمن شکست میگیره سیستماتیک ارتباطات قوای مسئله تامین نیست ما میبینیم همزمان قماندان امنی فکر که تخار صحبت میکنه پشت سر قماندان قوم... امنیه امنی به اصطلاح صحبت میکنه و بعد از او از بغلان صحبت میکنه با سه جهت مختلف با سه مختلف اردو نباید اجازه بده که هر کس از خدمه قدم جبهه به ارنوی خاص گزارش شده و گزارش هم سخنگوی وزارت دفاع در حدی حد نده که مردم بگه که دروغ میگه چرا این کار بکنه همین قسمی است که مردم رادیو افغانستان نمیبینه دنبال رادیو بی بی سی و رادیو آزادی میگره وقتی که ما در اخبار مون دروغ بگیم حالا وقت بالا شکستم خورده باشه وقتی که ده نفری ما شهید میشه باید بگیم که ده نفری ما بنا بر غفلت وظیفه یا بنا به هر عالم بود به هر رقمی بودم ده نفر از اردوی ملی به شهادت رسید یا پنج نفر به شهادت رسید ما نباید که ما سی نفر را بیس نفر بگیم بیس نفر را ده نفر بگیم سنگرها را از دست داشته باشیم بگیم ما در حالت پیشروی هستیم امروز فعلا قندز حالا دی نفر دیر در چوک قندز خودش صحبت میکنه میگه که قندز کاملا آرامی است همه مردم راضی است خب چرا این مردمی که صدها و میلیون ها مردمی که در زندگی میکنن نمیفهمه که تو دروغ میگی اینجاست که یک ای خلایی با وجود میاد که فد میگن خب دولتی که دروغ میگه ارزش خدمات نداری خب یک امنیتی خودت نمیگیری کابل به یک مبس تبدیل کرده ای. خب دیگه چی مونده برای تو که مردم برای تو بیاید از تو حمایت بکنه هدفی ما به این معنا نیست که ما بخوایم که دشمن برتری داره دشمن زمانی برتری پیدا میکنه که ما حق یک دیگر را تلف میکنیم ما در برابری هم دروغ میگیم ما نتونستیم گزارش درست داشته باشیم این چیزها باعث میشه که دشمن تقویت میشه و, و مردم میره به دشمن افکار افکاری از به دولت نیست بالاخره افکار به نفع دشمن تغییر میکنه و این حادثه بسیار به سادگی شما ببینید که در یک سرک عمومی طلب دریا در حدود 300 نفر تا 4 5 ساعت کسی را خواست میکشه کسی را خواست میکنه اسناد از اینا را 7 ساعت 8 ساعت یک میهیدی که میگه ما سر پا امنیت است چی منطقی است و هر حالت این مشکلات ما داریم ضعف دولت دولت باید بپذیره که ضعف داره باید بپذیره که قادر نیست باید یک ریفرندوم عمومی را باید ایجاد بکنه تا مردم از شریک بسازه در تصمیم گیری های امنیتی و سیاسی و اقتصادی که مردم عملا با دولت در قضایا خب شرکت کنن میخوام کوتاه پاسخ بگیرم برای رهایی 20 نفره که گروگان هستن بیش طالبا چیکار شوه ای اگر به اگر اسناد اسنادی که هویت از اینا را تثبیت بکنه که اینا سرباز هستند و اینا متعلق به دولت هستند ام... امکان رها شدنی از اینا خیلی کم است اگر اینها اسنادی به دست نیارن با ما سیستم سنتی و قومی و عرفی منطقوی امکان داره که بتونن اونها را از چنگال طالبا نجات بدن دولت برای فعلا فکر نکنم که اونها تا جایی که ما اطلاع داریم کدام شبا شب اینا را به چهاردره بردن از چهاردره هم به جاهای نامعلوم انتقال دادن از های از اونها با وجوده که این رو کشفی ایالات متحده امریکا و دولت هم در آسمان قندز و بغلان پروازهایی داشتن ولی خب تصویر نکردن که اینا در کدام محل هستن در نهایت اینا رو با جای نامعلوم گذاشتن امکان داره که از هم حرکت های سنتی و بومی مردمی اگر ایجاب بکنم و بالاخره اینا هم باقی مونده باشه و بتونه اونا رو نجات بده سپاسگزارم از اون آقای سید عبدالمقدم امین استاد دانشگاه تشکر سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز خدا نگهدار